سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم خوب و سالم و سلامت باشین. یه مقدار امروز واد میاد، یه به بزرگی خودتون ببخشین، ولی هوا خیلی خوبه، گفتم از فرصت استفاده کنم. دوستان یه چیزی میخوام بهتون بگم درباره آمریکا، فقط درباره آمریکا میخوام بگم، یعنی اروپا و استرالیا و دبی و آمریکا سرزمین آرزوام. یه چیزی بهتون بگم که یه سوال مشترکه که خیلی میپرسین، این میشه اون میشه. دوستان الان در حال حاضر امروز تنها چیزی که تو آمریکا غیر ممکنه الان رئیس جمهور شدنه، یعنی از یه کشور دیگه بیاین، یعنی باید متولد آمریکا باشین که بتونین رئیس جمهور باشین و بشین. حالا شاید دیدین چند سال دیگه اونم عوض شد، یعنی میشه گفت تقریبا هر کاری میتونین انجامه. حالا یه سری چیزا مثلا ورزش، خود دیگه اون تو همه دنیا یه سطح به قول معروف یه سن و سالی داره، حالا ورزش نمیدونم ارتش یه سری چیزا اونا فرم کنید، حالا نه یه اشکالاتی در بیم. دوستان زمانی که به امید خدا جوابتون در اومد، حالا به هر طریقی پاتون به خاک آمریکا رسید و امیدوارم با برنامه ریزی بیاین و زبان یاد گرفته که عقب نیفتین، یعنی زبان یک سال و نیم دو سال عقبتون میندازه اگه یاد نگرفته باشین، پاتون که به این خاک رسید هر کی هر چیزی میخواد بگه گوشاتونو ببندین مستقیم رو به جلو. از تک تک ثانیه های زندگیتون در آمریکا باید استفاده کنین، نهایت استفاده. البته باید از زندگیتون اینجوری لذت ببرین و استفاده کنین، ولی دیگه آمریکا که رسیدین، من به یکی از دوستام یه بار گفتم دیگه بهانه نداری، آی پسرعموم اون موقع منو اذیت میگر، آی پسرخالم، آی عمم، آی همسایه‌مون. این کشور 50 تا ایالت داره، 50 تا ایالت و هر کدومشون شهر و شهرک ها و خیابونای، یعنی اینقدر بزرگه. یه دونه خود تکساس، ایالت تکساس نزدیک 1.5 برابر ایرانه دیگه، خود آمریکا رو کامل نمیگم، یعنی حالا میدونم یکی میاد نه اینقدر خیلی حجیمه، یعنی فقط یه دونه کالیفرنیا، یه دونه تکساس، نمیدونم یه دونه وینسکانسین، یه دونه شیکاگو، هر جایی بگین میتونین زندگی کنین. شما میتونین تو خود کالیفرنیا زندگی کنین، اصلا تو همون لس آنجلس زندگی کنین، فامیلتون 3-4 تا خیابون اونورتر باشه، 10 سال نبینینش. انتخاب با شماست. من خودم آدمایی بودن قبلا، والله شیراز و اینا 6 سال 7 سال تو کالیفرنیا زندگی کردم، تو مناطق مثلا چیز بودم، مثلا بربنک و اینا، کسایی که مثلا اون موقع باهاشون والله دوستای خانوادگی بودیم 6 سال 7 سال اصلا تو مسیرم نخوردن. چرا؟ چون نه اینکه مثلا فرار کردم، اصلا مسیرم یه چیز دیگه ای بود، مسیرم یه مسیری بود که اصلا چیز نمیشد و نخواستم هم دخالت کنم. ما بعضیام یه عادت داریم مثلا تو فرهنگ ما، حالا ارامنه، فارسی زبانان، هر چیزی، یه عادتی که داریم متاسفانه اینه که بدون هم زندگی نمیتونیم بکنیم، با هم هم نمیتونیم زندگی کنیم. این یه مشکلی که داریم، یعنی بدون هم که هستیم هی دوست داریم بریم این مناطق ایرانی، با هم هم که هستیم با هم هم درگیریم، حالا میخواد همسایه باشه، دوست باشه، آشنا باشه، فرقی نداره، ولی اینجا که رسیدین دیگه نمیتونید بهانه بیارید. انتخاب با خودتونه، هر رشته ای که میخواین، اگه اهل درس و تحصیل و اینا هستین، اهل بیزنس هستین، ارز ورزش هستین، میخوای وارد نمیدونم فلان مبارزه بشی، میخوای هر ورزشی که بخوای اینجا مهدشه، حتی اگه بخوای بگی فوتبال، همین فوتبالی که ما بازی میکنیم، من اینا فوتبالی که اینا میگن همون فوتبال، دیدین که چند سال پیش ایران هم زد، یعنی اینقدر هی میخوان بهترین باشن. آره مهاجرین زیادی میان، ولی برای همه فرصت هست. از تک تک ثانیه‌ها برای بهتر شدن خودتون استفاده کنین، چون این کشور برای بهتر شدن هاست، وگرنه زندگی معمولی، خب همون زندگی معمولی هم تقریبا تو ایران دارین، اینجا میتونین، ولی اینجا میتونین از یه کار معمولی به قول معروف حقوق پایه شروع کنین، برسین به اون سقف. اینجا اصلا تعداد ثروتمندا، تعداد هر چیزی که بگین اینجا ته تهشه. من نه تبلیغ میکنم، چیزی که الان منو ببینیم به عنوان مثال، یکی ازی بودم که اون اوایل اومدم، حالا خب مادر بزرگم اینا هم بالاخره حمایت کردم، ولی نه مثلا میلیارد، همون که بهم یه آشیانه داده باشن، حالا یه مقدار چیزایی هم میدونستم ولی تمام چیزا رو که نمیدونستم، بالاخره من با چپ و راستمو یاد گرفتم. اولین ماشین من یه دونه کیا ریو 2001 بوده، حالا نمیخوام بگم الان 700-800 تا ماشین دارم، ولی میخوام بگم از اونجا شروع میشه، کم کم
اعتبارتون، کردیتون درست میشه، میایین بالا، میتونین. فقط دست خودتونه. دیگه اینجا که برسین هیچ بهانه‌ای نمیتونین داشته باشین. بدنتون رو میتونین درست کنین، سلامتتون رو میتونین درست کنین، وضع مالیتون و وضع سلامتیتون و روح و همه چیز دست خودتونه. این هم که میبینین 20 سال 30 سال میان هی ناله میکنن نه انجام نمیدونم، بیمه اینجوریه، مالیات میدیم. حالا یه حرفی هست که ما خیلی میزنیم، خود چرا بر نمیگرده؟ ببینین نه دیگه اومدیم اینجا. بعضیا دوست دارن، یعنی متاسفانه ما قدر شناس نیستیم، ناشکریم. یه سفر بری یه سری کشورهای دیگه برای زندگی ها، نه اینکه دلار ورداری ببری کشور دیگه، مگه ناله نمی‌کنی بابا ایران یه چیز دیگه است؟ ما اصلا با کشور رو نمیدونم به قول معروف سیاست کنم، مگه نمیگه ایران خیلی خوبه؟ یه دونه یه سنتی اینجا از اینجا نبر، دلار 60000 تومانی رو نبر، برو اونجا از بقالی. ببینین توهین نمی‌کنم، از یه کار پایه، هر کار پایه. حالا ما میگیم مثلا میگیم چی میگیم کار، آخه نمی‌خوام یه چیز بگم بعد چی... یه حقوق پایه، هر چیزی که الان حقوق پایه ایران هست، حالا مثلا فست فود، هر چیزی هست، یا خدمتکاره، یا مثلا میز تمیز میکنن، یه چیز پایه داریم مقایسه میکنیم. اگه از اون حقوق پایه شما تونستین ایران مثلا ظرف نمیگیم یک سال، بگیم ظرف 5 سال بروی همون پرایدر رو بگیر، نمیشه، سرسام آور. ولی اینجا میبینین، حالا نمیگم همه هی گیر دادیم به مکدونالد، نه، حقوقای پایه دیگه هم هستن. حالا یه کسی خدمتکاره، بالاخره یه انعامی میگیره، میتونین کم کم، یعنی امکانش از طرف دو سه تا همخونه بگیره، کم کم جمع کنه به اونجا برسه. حالا بعضی میگن نه خب ایران هم فرصت ها هست، ولی خب تنبلن. این حرفا نیست، اینجا با برنامه ریزی و زبان میتونین به همه چیز برسین. اونایی هم که دارن چیز کن، از یه جایی یه جاشون سوخته، اینو دارم بهتون یعنی ته تهش رو میگم. اونی که میبینی ناله میکنه دو تا حالت داره، یا اینکه از فرصتاش استفاده نکرده، یا اینکه مثلا زبان رو تو اومدی یاد بگیره چند سال گذشته هی عقب افتاده، یا اینکه کلا ناشکره. یعنی میبینی آقا طرف مثلا حیوانای خونگی داره، مثلا خونه خیلی قشنگی داره، کلی ماشین داره، آقا دیگه چی میخوای؟ پس تو مشکل داری اگه اینجام دیگه دلتون رو صابون. یه نوع بیماریه و متاسفانه لاعلا من از اینه نیستم بیاین اینجا همه، نه، سختی داره بدون شک، مخصوصا اون دو سال اول، شاید تا چهار سال اول سختی داشته باشه، ولی تهش به اون چیزی که میخوای برسی. من از اونه نیستم آره بیا آیفون بگیر، نه، فقط آیفون و اینا نیست، ولی میتونم بهتون میگم خیلی چیزایی که ایران آرزوتونه اینجا آرزو نیست، چون شما میتونین خیلی چیزا رو، حالا مثال میگم چقدراتون رویایی دارین، یه دونه کامپیوتر مثلا چیز داشته، نمیگم اینجا هر ماه کامپیوتر عوض کنین، ولی میتونی برنامه‌ریزی کنی آقا میخوام مثلا یه دونه سونی وایو بگیرم، یه دونه میخوام آی مک، مک بوک، اپل، یا هر چیزی تو ذهن، سونی، اچ پی، نمیدونم هر چیزی میخوام بگیرم، میری قسط‌بندی، حالا ماهی 20 دلار 30 دلار، این امکانش هست. شما حالا ما داریم ایران مقایسه میشه، اکثرا حالا از ایران، افغانستان، نمیدونم تاجیکستان سفر میکنین، دبی هم خیلی، من خیلی دوستینا دارم مثلا آمریکا بوده بعد رفته دبی، فقط میخواد ادا شده، دیدین یه دونه سیل اومد، خیلی بخشین گوز شدن، دو هفته از اون سیل اومده هنوز آب رو نتونستن، یه جای تازه پا گرفته. کیا موفقن؟ همون پولدارا دیگه، پولدارا همه جا پولدارن و موفقن، ولی شما به عنوان قشر متوسط یا حتی زیر متوسط میتونین از فرصتاتون استفاده کنین دیگه. حالا اگه یکی نمیخواد یا نتونستی یه مشکل داشته، یعنی نمیتونین، اول خدا، بعدم خودتون، و اصلا اهمیت ندیم به حرفای کسی. من همیشه گفتم چه ایران چه خارج به حرف کسی اهمیت ندین. حالا ویدیوهای من درست کنم، یه سری ویدیوها رو میتونین ببینین، خودتون سبک سنگین کنین، ولی آره من رفتم، گواهینامه موتور میخوای بگیری بگیر، میخوای خلبان بشی خلبان شو، هر کاری میخوای، یعنی دیگه نمیدونم چی بگم، میخوای باغبونی کنی باغبونی کن، راهش هست. یعنی شما باید یاد بگیرین با گوگل کار کنین، با یوتیوب کار کنین، یه مقدار تحقیق، یعنی که میگن از شیر مرغ تا جون آدمی زاد، همه این فرصت ها هست دیگه، خودتون باید، دوستان یه سری چیز هست دیگه، خودتون باید بیافتین دنبالش. همش این نیست که بیاید از یکی بپرسید، بدم نیست، ولی بهانه نه، آرمان مثلا ارتش بود چرا به من کمک. آقا آرماندم زندگی خودشو داره، بالاخره روزمرگه خودشو داره، عباس آقا، حسین، نازی، سارا، نوشین، موشین، اینا همه زندگی خودشون دارن، بهانه نه اون میتونست به من کمک، من میخواستم مکانیک بشم، عمو مکانیک، کاری نداشته باش. اینجا امکانش هست، ممکنه، غیر ممکن نیست که شما راهتون رو پیدا کنین. بارها هم گفتن موتور دیگه، از یه موتور 50 سی سی بگیر تا چند هزار سی سی میتونی داشته باشی، ماشین، یعنی هر چیزی که میخوای
ظرف چند ساعت طبیعتاً با پولم داشته باشید تهیه کن. عشق فلان فیلم برداری داری، بهترین دوربین‌ها، بهترین لنزا، از همین هلیتاپ ملیکاپ چی میگین تو ایران، همون درون هلیپات ملیپاتا، هر قیمتی میخواین، تازه شروع کردی 70 80 دلاریش هست که بتونی مقدار دستت بیاد، تا چیزای متنوع خفن که اصلا میذاری اینکه رو میذاری میدونی نگاه میکنی، کم کم میتونی آموزش ببینی، فرصت ها هست. و این نیست که وای خونه خراب باید بشیم. یه باشگاه، شما باشگاه از باشگاه 10 دلاری گرفته تا باشگاه 200 دلاری میتونی بری. آقا میخوای ورزش کنی، تمرین کنی، نمیخوای هزاران نمونه نرم افزاره بذار رو موبایل، تبلتت، هر چیزی که هست رو نرم افزاره، تو خونه بدون وزنه ورزش کن دیگه. حالا شنا شکم هم که میتونی بزنی. یعنی میخوام بگم واسه ورزش ها، برای کسی که خیلی پول داره و اصلا پول نداره، فرصتش ها رحمتون بیاین اینجا گاز بدین، فرصت برای همه هست. میخوای ورزش کنی، اینقدر فروشگاه متفاوت هست که نسبت به بودجه شما میتونی خرید کنی. فروشگاه مثلا تارگت، والمارت، یعنی لخت نمیمونی. من یه چیز بهتون میگم، تو آمریکا شما نه لخت میمونین نه گرسنه میمونین. یعنی این نیست همون اول بیاین لباسای خیلی چوسی، ولی میخوام بهتون بگم نه کسی گرسنه میمونه، نه کسی به قول معروف بدون لباس یعنی لخت میمونه. پس نگین حالا شاید لباس زیر فلان برند نباشه، ولی بدون لباس زیر نمیمونین، بدون لباس نمیمونین، بدون ماشین نمیمونین. ماشین هست، شاید حالا همون اول نیاین استون مارتین و لامبورگینی سوار شین، ولی ماشین $1000 هنوز میتونین پیدا کنین. ماشین 1500 شاید کار داشته باشه، شاید اولش بناله اذیت کنه. من اون ریوی که داشتم یعنی کابوس بود، ولی یک سال گذروندم، یه مقدار آروم رفتم، یه مقدار حواسم جمع بود، اولی مقدار تایر شب از کم هی رفتم اومدم، رفتم اومدم چند بار، دو سه بار که نه، اتوبوس ها رو دیگه حفظ شده بودم. اوایلش سختیش بود، نه از خانواده پولداری بودم نه مثلا او فلان، نه، ولی شد دیگه. رنج اوور داشتم، ماشینای مختلف داشتم، حالا بعضیاشو اینجا دیدین، بعضیاشو میذارم، بعضی دیگه دوست دارم هی فلان ماشینو خریدم، نمیدونم با این ماشین، نه، موتور میخوای، دو چرخه میخوای، همه چیز هست، حتی کفشای مناسب میخوای، مثلا چه میدونم نایک و آدیداس و اینا، عشق این کفشا رو داری. جاهایی هستن که مثلا تک سایز میذاره قیمتو خیلی بالا پایین آورده. شما کفش خوشگل آدیداس، نایک، حالا کفش ورزشی میخوام بهتون میگم، یا آندر آرمور یا پوما، شما با 70 80 دلار میتونید بگیرید. با 70 80 دلار واقعا چیزی نیست. همش هم با ایران مقایسه نکنید. من ایران دارم میسری کفش آتاشخال، آتاشخال 50 60 میلیون پول میدن. 70 دلار 80 دلار همین. خیلی میتونم طولانی حرف بزنم، بهتون میگم سرزمین فرصت ها. دو سال بکوب کار کنین، مالیاتتون پرداخت کنین، به قول معروف اعتبارتون درست کنین. من یقین دارم تو 2-3 سال میتونین شما صاحب خونه بشین. حالا شاید خونه مثلا ویلای اینا باشه، میتونی خونه چیز باشه، حالا میگن خونه کافی، یعنی یه حیات خیلی کوچیکی، یا یه آپارتمان، یا یه سویت خیلی خوشگل میتونین این کار. حالا آره خونه بگیریم تا 30 سال نمیدونم مالیات بدیم و نمیدونم قسطا رو بدیم و اینا رو یه مش آدمای بازنده این حرفا رو میزنن، کسایی که نتونستن در عرض 30 سال همچین کاری کنن. ولی شما تا 3-4 سال میتونین صاحب خونه بشین. کدومتون تو ایران میتونین با حقوق پایه شروع کنین کاراتون، هی ترجیح پیدا کنین، درست کار کنین و بتونین صاحب خونه بشین، همون تو ایران که زبون و بلدین و این همه سالم کار کنین. اینجا سرزمین فرصت هاست، حتی میگم سرزمین رویا هاست. نه که آره میتونی رویا و آرزو داشته باش بهش نرسی، نه، هر چیزی تو ذهنتون بذاری میتونین اینجا بهش برسین. بجز حالا میگم در حال حاضر ریج و مور شدن نمیشه، حالا یه سری ورزش هم مثلا اگه 40 سالتون باشه شاید سخت‌تر باشه، فوتبالو تازه بخواین شروع کنین یا بسکتبالو، ولی هنوز میتونین جایی برین که با هم سن و سالای شما خیلی خوب فوتبال و بسکتبال زمین مثلا برین اونجا بازی کنین. هیچ چیزی در این سرزمین رویا، سرزمین آرزو و فرصت ها غیر ممکن نیست، همه چیز ممکنه. آدمای موفقو اینجا میبینین، هزاران آدم موفق داریم. از 250-60 میلیون نفری که اینجا زندگی میکنن یه آمارگیری بکنین، از همون آشناتون که ناله میکنن بگین اوایل که رستی بودی چیکاره ای، الان چیکاره ای. همون زندگی رو تو ایران خیلی هاشون نمیتونستن داشته باشن. مدیر یه فروشگاه، مدیر یه همچین چیزیه، خوب تونسته خودشو جمع کنه، یه مقدار وام گرفته، قسطا رو داده، اعتبار رفته بالا. اینجوریه، اینجا آجر 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 پازل پازل میزنیم و به موفقیت میرسیم. هی نمیخوام دیگه تکرار و مکرر کنم، واقعا میتونین اونجا به رویات، اینجا به رویاتون، آرزوهاتون، هر ایالت و شهر و چیزی باشین میتونین بهش برسین. تمام، امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. فعلا.